تاریکی در اعماق زمین، رازهای ناگفته معادن و تخریب محیط زیست. در اعماق زمین دنیایی پنهان از تاریکی و راز نهفته، دنیایی که انسان برای رسیدن به ثروت و قدرت به اون چنگ میندازه و تاریکی رو به سطح زمین میکشونه. دنیای معادن، قسمت اول. استخراج منابع طبیعی از معادن یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی بشر به حساب میاد. این فعالیت‌ها به بشر کمک کرده تا از منابع طبیعی برای ساخت و ساز، تولید انرژی و تأمین نیازهای خودشون استفاده کنند. با این حال، استخراج بی‌رویه منابع طبیعی از معادن میتونه عواقب زیست محیطی جبران ناپذیری رو به همراه داشته باشه. گودالای عظیمی که از حفاری بی‌رحمانه به جا مونده، کوه‌ها شکافته شده و رودخونه‌ها مسموم شده. پرنده‌ها آوازشون رو از دست دادن، حیوانا از زیستگاه خودشون رانده شده و انسان‌ها در سایه این تاریکی رنج می‌برن. و اما یکی از مهمترین عواقب زیست محیطی استخراج بی‌رویه از معادن، آلودگی آب. مواد شیمیایی و سمی که در فرایند استخراج معادن استفاده میشن میتونن به منابع آب زیرزمینی و سطحی راه پیدا کنن و باعث آلودگی اونها بشن. این سم مهلک زندگی رو توی آب به خطر میندازه. مرگ خاموش آبزیان تنها گوشه ای از این فاجعه است. موجودات زنده آبزی یکی پس از دیگری در این سم غرق میشن و تاریکی بر سکوت ابدی اونها سایه میندازه. این تاریکی تنها به آبزیان محدود نمیشه. سم به آب آشامیدنی انسانهایی که در مجاورت معادن و حتی دورتر زندگی میکنن راه پیدا کرده و سلامتی و بقای جامعه اونا رو به خطر انداخته. یکی دیگه از عواقب زیست محیطی استخراج بی‌رویه از معادن، آلودگی هواست. گرد و غبار و گازهای سمی که در فرایند استخراج معادن تولید میشن به هوا راه پیدا میکنن و باعث آلودگی اون میشن. ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون که در اثر فعالیت‌های معدنکاری به وفور تولید میشه به راحتی وارد جریان خون شده و میتونه به قلب، ریه‌ها و مغز آسیب بزنه. استخراج بی‌رویه از معادن همچنین میتونه باعث تخریب زیستگاه‌های طبیعی بشه. انفجارها و حفاری‌های صورت گرفته در معادن میتونن باعث تخریب جنگل‌ها، مراتع و سایر زیستگاه‌های طبیعی بشن. این تخریب میتونه به انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری منجر بشه.